سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو میخواییم در رابطه با یک درمان ضد سرطان پروستاد که بدون جراحی انجام میشه و به نام پروونج نامیده میشه ویدیو رو برایتون تهیه کردیم پروونج اولین واکسن سرطانیه که سلول درمانی اوتولوک هم نامیده میشه که توسط اداره غذا و داروی ایالات متحده FDA تایید شده است در این روش پروتکل درمانی اختصاصی که توانایی شناسایی و کشتن سلول های سرطانی پروستاد اسید فوسفاتاز رو داره در مردان مبتلا به سرطان متاستاز دهنده مقاوم میتونه میزان زندگی طولانی تر به ارمغان بیاره در این روش منحصر به فرد با استفاده از سلول های سیستم ایمنی بدن بیمار برای مبارزه با بیماری استفاده میشه همینطور در این روش با اصلاح کردن سلول های سیستم ایمنی بدن بدن بیمار برای مبارزه با سرطان پروستات به انجام میشه آیا پروننج همون شیمی درمانی است؟ در واقع میشه گفت پروننج شیمی درمانی نیست اما عوارز جانبی شیمی درمانی رو هم نداره همچنین جز هورمون درمانی هم محسوب نمیشه پروننج چه نوع دارویه؟ پرونج یک داروی ایمونوتراپیه که برای درمان سرطان های پیشرفته سرطان در مردان استفاده میشه که همونطور که گفته شد با سلول های سیستم ایمنی بدن خود بیمار از خون گرفته میشه و با پروتئین مخلوط میشه و بعد از انجام مراحلی این مخلوط دو مرتبه به بدن بیمار تزریق میشه انجام روش پروننج به چه صورته؟ پروننج رو از طریق انفوزیون داخل وریدی در مدت تقریبا 60 دقیقه انجام میدم. این ماده در یک کیسه تزریقی مهرموم شده و استریل و مخصوص بیمار عرضه میشه. همینطور کل حجم کیسه باید تزریق بشه و معمولا پس از هر انفوزیون حداقل 30 دقیقه بیمار تحت نظر گرفته میشه. آیا پروننج باعث کاهش پی میشه؟ همانطور که گفته شد روش پروننج متفاوت از سایر درمان های سرطان مانند شیمی درمانی یا هرمون درمانی است در واقع پروننج پیسه بیمار رو کاهش نمیده بلکه فقط سبب افزایش طول عمر بیمار میشه چه کسانی کاندیده مناسب برای روش درمانی پروننج هستند؟ پروننش همونطور که گفتی شد برای مردان مبتلا به سرطان پروستات متاستاز پیشرفته استفاده میشه معمولا این روش برای کسانی استفاده میشه که بدن اونها به درمانهایی همچون شیمی درمانی و هورمون درمانی واکنش نشان نداده و در مرحله چهارم بیماری سرطان پروستات قرار دارند همونطور که گفته شد در این روش سلول های سیستم ایمنی بدن در دل... بدن دل... 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 یک مرکز خون جمع میشه و حدودا سه روز قبل از تزریق مجدد آن به بدن در یک مرحله چهار ساعته خون بیمار از دستگاهی عبور میکنه و سلول های سالم سیستم ایمنی بدن رو جمع میکنه در واقع در این فرایند بقیه خون به بدن بازگردانده میشه در طی این فرایند سلول های بدن بیمار جمع ودی شده و به یک مرکز تولیدی فرستاده میشه که بعد از آن سلول های سیستم ایمنی بدن با یک پروتئین خاص مخلوط میشن و اونها رو برای مقابله با سرطان پروستاد آماده میکنند. پس از پایان فرایند تغییرات سلول های سیستم ایمنی بدن و اضافه کردن پروتئین های لازم به سلول های خونی این ماده مخصوص دوباره به بیمارستان فرستاده میشه و جهت تزریق برای بیمار آماده میشه در سه دوز تهیه شده و به فاصله هر دو هفته یک دوز آن به بیمار تزریق میشه همینطور باید یادآوری کنیم که استفاده از پروونج عوارض جانبی هم به همراه داره که عبارتند از لرزش بدن خستگی تب کمردرد حالت تهوع درد مفاصل بدن درد و سردرد می باشد. همینطور استفاده از این روش درمانی به افراد مبتلا به سرطان پروستاد متاستاز کمک کرده که طول عمر بیشتری رو داشته باشند در پرونج الکل وجود نداره اما نوشیدن الکل در حین مصرف پروونج میتونه خطر عوارض جانبی خاصی رو در بیمار افزایش بده عوارضی همچون سردرد خستگی و یا کمبود انرژی تهوع و استفرا و همینطور فشار خون بالا و یا افت شدید فشار خون می باشد در این گونه موارد میتونید که در این گونه موارد میتونید که با پزشک خود صحبت بکنید همچنین قبل از استفاده از این روش باید با پزشک خودتون مشورت بکنید چون کسانی که مشکلات قلبی داشتند ممکن عوارض جانبی خاصی مانند فشار خون بالا یا پایین ضربان قلب سریع قش و لخته شدن خون رو در افراد ایجاد بکند همینطور اگه مشکلات تنفسی یا ریوی دارید ممکنه نتوانید از روش پروونس استفاده بکنید چون تزریق پروونج ممکنه باعث تنگی نفس برونکو اسپانس و سطوع پایین اکسیژن بشه افرادی که سابقه مشکلات تنفسی یا ریوی دارند ممکنه در مرز خطر بیشتری برای این عوارض باشند در این گونه موارد باید حتما با پزشک خودتون مشورت بکنید همینطور اگه دوچار واکنش های آلرژیک هستید باید از پروونج استفاده نکنید و در این موارد باید حتما با پزشک خودتون مشمید. همینطور درمان هایی برای اکثر انواع سرطان متاستاتیک وجود داره. اغلب هدف از درمان سرطان متاستاتیک کنترل اون از طریق توقف یا کاهش رشد اونه. برخی از افراد میتونن سالها با سرطان متاستاتیک به خوبی کنترل شوند و زندگی کنند. و سایر درمان ها ممکنه با تسکین علائم کیفیت زندگی رو بهبود ببخشند این نوع مراقبت رو مراقبت تسکینی مینامند درمانی که ممکنه داشته باشید به نوع سرطان اولیه برمیگرده که محل گسترش اون و درمان هایی که در گذشته انجام داده ای و به سلامت عمومی شما کمک کرده بستگی داره همینطور برای درمان بزرگ سالان و آشنایی با گزینه‌های درمانی از جمله آزمایش‌های بالینی و نوع سرطان خود میتونید که با پزشک متخصص خود صحبت بکنید. همچنین محققان در حال حاضر مطالعه های جدیدی رو برای از بین بردن یا توقف یا توقف رشد سلول های سرطانی اولیه و متاستاتیک شروع کردن که این طریق ها عبارتند از کمک به سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با سرطان ایجاد اختلال در مراحل فرایندی که به سلول های سرطانی اجازه گسترش میدن و هدف قرار دادن تغییرات ژنتیکی خاص در تومورها می باشد. در پایان میشه گفت که روش پروونج به جای تلاش برای از بین بردن سلول های سرطانی یا تداخل در عملکردهای بدن مانند سایر درمانهای سرطان پروستاد فقط سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه همینطور در تحقیقات و کارازمایی های بالینی که انجام شده طول عمر مردانی که منجر به سرطان پرستاد شده بودند مقاومتر شده و حتی طول میانگین زندگیشون افزایش پیدا کرد دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا این ویدیو رو با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید